آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. عزیز بینندگان ارجمند و دوستان گرامی، سلام های پر محبت و پر از اخلاص و صمیمیتم را به پیشگاه شما یاران صاحب دل و دوستان مهربان تقدیم می نمایم. دوستان ارجمند، نخست بر همه می خواهم که از یکایک شما عزیزان و سروران و یاران صاحب دل اظهار سپاس و شکران نمایم، به خاطر این که هرگاه ما یک تکی بسیار کوچک یا یک پارچه یا یک شعر در فیسبوک می گذارم، همه شما با چه محبت و چه صفا و صمیمیت و کامنت های زیبا مرا سرفراز می سازین و خوشنود می گردانین که از شما بی نهایت اظهار سپاس و ممنونیت دارم. دوستان ارجمند، ما بایست تشکر بکنم از جناب مسکینیار عزیز که امروز به صورت فوق العاده 2 ساعت برای ما، برای روزنه اضافه وقت گذاشتن تا ما بیشتر بتوانیم در مورد موضوعات مهم صحبت کنیم. بخش اول برنامه با جناب دکتر فریار کوهزاد که یک انجینیر مجرب، یک دانشمند، یک نویسنده پرتوان که برای شما یکایک را با معرفی خواهیم گرفت صحبت هایی داریم، و در بخش دوم از کارکردها و از مورخ نامور کشور علامه استاد احمدعلی کوهزاد، پدر دانشمند دکتر فریار کوهزاد، با شما معلومات ارائه خواهیم نمود که واقعا خالی از دلچسپی نخواهد بود. ولی قبل از همه ما می خواهیم که در مورد یک سلسله حرفهایی که تا کنون در مورد علامه احمدعلی کوهزاد، مورخ و باستانشناس شهیر کشور ما، شما خبر ندارین، شما را در جریان آن قرار بدهم. و هاکذا در مورد فرزند دلبندشان انجینیر فریار کوهزاد که خود یک انجینیر مجرب هستند، بایست گفت که فریار کوهزاد در شهر کابل در یک خانواده بسیار دانشمند و روشن و منور دیده به جهان گشود و در آغوش پدر دانشمند، مورخ و باستانشناس شهیر کشور ما بزرگ گردید، و هاکذا مادر مؤمن و متدین و مادر شریف نیز او را از شیرش حیات بخشید. دوستان ارجمند، ما خدمت شما عرض کنم که دکتر فریار کوهزاد در فاکولتی انجینری دانشگاه کابل درس خواندند و به کشورهای، یعنی امی فاکولته را
در کابل خواندن و در کشورهای مختلف در اتریش، هلند، استرالیا و امریکا و کشورهای دیگری که هنگری، اینا درس عالی و مدارج عالی تحصیلات رسانیدن که بالاخره دکتر، انجینیر، فریار، کهزاد هستند. و ما اینک با خود دکتر، انجینیر، فریار، کهزاد در استودیو قرار داریم و میخواییم که با ایشان در مورد کارکردهایشان در این کشورهایی که ما برای شما گفتیم صحبتهایی بکنن و از جریان کار و کارکردهایشان شما را آگاه بسازند. در قدم نخست ابراز تشکر و امتنان دارم که با وجود مصروفیت های بسیار زیاد یک فاصله بسیار طولانی را طی نمودند و امروز در استودیو در کنار ما تشریف دارند که تشریف آوریشان را خیر مقدم میگوییم و از محضرشان سود میبریم. البته در بخش اول برنامه، در بخش دوم با شما میرویم با ایشان، فرزند نازنین علامه استاد احمد علی کهزاد، در مورد پدر دانشمندشان صحبت های خواهیم داشت. شما را خیر مقدم میگم جناب دکتر، انجینیر، فریار، کهزاد، که خوش آمدین. میفهمم که از راه بسیار دور آمدین، بسیار به عجله آمدین و با وجود تمام مصروفیت هایتان، خب دیگه مقدر به عنوان خانم کاکا سرتان زوری کردم که شما را حاضر ساختم که بیاین در مورد کارهایتان حرف بزنین. ما در کشور ما انجینیرهای بسیار بنام و بسیار مشهور و لایق داریم در هر گوشه دنیا، ولی هیچ کس هیچگاه از چنین شخصیت هایی که به خاطر اقتصاد کشور، به خاطر پیشرفت کشور کارهای بسیار مؤثر و مثمر انجام داده اند یاد نکردند. و خوشبختانه این برنامه ما یک برنامه فرهنگی و اجتماعی است که هر دو را میتونه در بر بگیره و شما را تا جایی که من در مورد شما معلومات کردم که دوستان عزیز این میز امروز ما را مینگرند که از کاغذ پاره ها مملو است، میخوایم که در مورد هر یک از کارکردهایتان صحبت هایی کنیم. البته یک ساعت بعدی را میرویم سراغ والد دانشمندتان. شما بفرمایین، در قدم نخست میکروفون در اختیار تست با بیننده های ارجمند ما هر صحبتی که دارین، بعدا در مورد خودتان صحبت های بگوین و بکنین تا بینندگان عزیز ما در روشنی در مورد شما یا پیرامون شما قرار بگیرند. زکی جان تشکر. اجازه بدین اولتر از همه به شما، با کارمندان اداری و فنی تلویزیون آریانا افغانستان و همچنان به بیننده های بسیار عزیز و گرامی ما در هر جای دنیا که ما را میبینن سلام و احترامات خود را تقدیم کنم و امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. یک چیز دیگرم به اجازه شما به عرض برسانم که یک تسلیت است و شهدای وطن ما که در می چند روز اخیر چند بار مورد حملات انتحاری قرار گرفتن که بر از اونا بهشت برین میخوایم و بر بازمانده هایشان صبر جمیل. به جواب سوال شما که یک سوال بسیار طولانی و همچنان دارای قسمت های مختلف است، به عرض برسانم که من از یک لیسه امریکایی که به پروگرام ایفز در سال 1972 به این کشور آمده بودم و همچنان از لیسه عالی حبیبیه فارغ شدیم. بعد از فراغت که من اصلا نمی کلمه فراغتم درست نمی دانم، پس آنتر ممکن در موردش صحبت کنیم، و بعد از امتحان کنکور داخل دانشگاه کابل شدیم
که در رشته انجینیری در اونجا در سال 1973 درس ما شروع شد و بعد از 5 سال درس که همه پروگرام های آن به زبان انگلیسی بود فارغ شدیم. متاسفانه وقت ما فارغ شدیم بعد از 2-3 ماه رخصتی زمستان به خدمت مقدس عسکری و کورس احتیاط یا اموغند مرکز تعلیمی که می گفتن رفتیم و یک ماه بعد از شروع عسکری ما کودتای منحوس ثور شد که 2 ماه عسکری ما بخشیده شد. ولی از او زمان تا امروز متاسفانه کشور ما با یک حالت بسیار ناگوار قرار داره و مردم عزیز ما همچنان در گوشه و اکناف دنیا تیت و پاشان شدن و در داخل افغانستان همچنان تا امروز ما آرامی را ندیدیم. به هر حال ما بعد از سپری نمودن خدمت عسکری شامل کار در ریاست عمومی انکشاف دهات آن زمان شدم که پلها و سرکهای دهاتی را دیزاین میکردیم و ما در ضمن کارهای انجینیری همچنان یک تحقیق در مورد هایدرولوژی افغانستان انجام دادم، زیرا برای دیزاین پلها و سرک ها معلومات هایدرولوژی کار داشتیم که متاسفانه نداشتیم. با استفاده از معلومات های هایدرومتری ما یک مقدار معادله ها و فرمول های را ترتیب دادم که از او برای دیزاین پلهایی که بالای رودخانه ها دیزاین میشن استفاده کنن تا مو واتروی یا ساحه آبی که از زیر پل تیر میشه و همچنان اسکاور دپتش یعنی عمق رفتن رودخانه توسط جریان آب تعیین شود تا پایه های پل از سیلاب ها از بین نبره. و همی بود که این بالاخره به یک کتاب منتشر شد که به نام ریور انجینیرینگ و او را یاد کردیم و در انکشاف دیهات او زمان از طرف امو دفتر ملل متحد که با انکشاف دیهات کار میکرد به نشر رسید. این کتاب رو ببخشین کی نوشته بود؟ من خودم هم تحقیق که بله. کتاب نوشته شما بله. بود و خودتان و به خاطر همین کتاب بسیار کتاب کلان نبود ولی چیز بسیار به درد بخور برای پروژه های آبی و مخصوصا پلها بود و به زودی یک بورس از طرف FAO آمد و همین رشته هایدرولوژی که ملل متحد چون این کتاب مرا دیده بود اونا مرا بر از این پروگرام ثبت نام کردن یا نامزد کردن و بعد از چند ماه که سال 1981 بود ما به این پروگرام ملل متحد که به کشور هنگری بود رفتم. بسیار خوب. و در اونجا که نتیجه بسیار عالی گرفتم که مطابق امو بروشور ملل متحد چون ما درجه خوب گرفته بودم مرا به امو برنامه دکترای دانشگاه فنی بوداپست قبول کردن. خب یعنی دکترا گرفتین شما اونجا بعد از کورس؟ بله، 4 سال دیگه باز من به اونجا در مورد رودخانه های کوهستانی و نیروگاه های برق آبی در اونجا تحقیقات کردم، رساله خود نوشتم و در اون کورس 6 ماه هم یک چیز دیگه نوشتم به نام هایدرولیکس فور بریجز که او هم تقریبا یک چیز مکمله همو نوشته پیشتر ما که به نام ریور انجینیرینگ یاد میشد بله. بود که او هم یک چیز به درد بخور بود. به هر حال بعد از زی که من تحصیلات ما در اونجا به پایان رساندم و درجه دکترا گرفتم، متاسفانه اوضاع افغانستان در سال 1984 خوب نبود و من نمیخواستم که دوت یک شرایط که کشور ما مورد تجاوز قرار گرفته در اونجا برم و بر از اونا به حساب کار کنم. به هر حال من از اونجا به کشور اتریش رفتم و تقریبا مدت 8 سال در اتریش بودم. در کشور هنگری همچنان زبان هنگری را میاد گرفتم با وجود که من رساله دکترای ما به زبان انگلیسی نوشته میکردم و در کشور اتریش
باز به یک زبان جدید دیگه برابر شدیم. بله. زبان آلمانی رو هم در اونجا یاد گرفتیم و چند جای دیگه کار میکردم. اما در مدت وقتی که من در اتریش بودم یک سال هم به هلند رفتم که در اونجا هم یک چیز در مورد هایدرولیکس میخواندم که به نام در انگلیسی به نام کامپیوتیشنال هایدرولیکس یا در فارسی میتونیم بگیم هایدرولیک محاسبوی، که او عبارت از پروگرام ساختن معادلات انجینیری هایدرولیکس برای کارهای هایدرولیکس است که وقت این سافتویر ها ساخته شد باز هر کس از او میتونه استفاده کنه. و ما در اونجا یک چیز ساختم به نام که مورب، که مخفف مدل فور ریور برانچینگ سیستم میباشه، که از او میتونین به تحلیل و تجزیه هایدرولیکی جریان های آب رودخانه هایی که چندین شاخه داشته باشه استفاده کنین. ولی او یک منظور از امیه که شما در یک قسمت نوشتین که مایات از آب جدا می بعض مواد یا چطور؟ کار بعدی است که در قسمت کارهای ما وقتی که ما با استرالیا رفتم. بله. باز به یک کمپانی رفتیم که یک تکنولوژی را دو نفر استرالیایی اختراع کرده بودن، اما اونا خودشان انجینیر نبودن و نمیفهمیدن که چه قسم اساسات انجینیری را بر از او برابر بسازن که از او استفاده کنن، که به چه طور اینا میتونه اندازه هایش تعیین کنه و برای ساحات مختلف درینج ها چگونه میتونن این تکنولوژی را به کار ببرن. شما یک مقدار بسیار یک جمع کردن که بعض چیزهای دیگه را که من میخواستم بگویم من به هر حال که بعدن در سال 1999 همو کمپانی از ما خواهش کردن که تکنولوژی جدید کمپانی استرالیایی که به نام CDS تکنولوژی زیاد میشد، از سال 96 تا 99 ما اونجا کار کردم. بعد از 99 از ما خواستن که می تکنولوژی را به ایالات متحده امریکا انتقال بدیم، که از امو سال 99 به این طرف ما به اینجا استم و تا سال 2008 با اونا کار میکردم. و بعد از او از 2008 تا 2015 ما یک کمپانی خصوصی شخصی خود به اصطلاح راجستر کردم که تا سال 2015 به او کار میکردم. و بعد از 2015 یکی از امو همکاران سابق کمپانی استرالیایی ما بسیار دیگه به یک شکل همطور جدی از ما خواستن که با کمپانی از اونا به نوادا بیایم و در اینجا با انکشاف یک تکنولوژی دیگه هم را از اینا کار کنم. به هر حال ما بعض این کمپانی شخصی خودتان ببخشین چی بود؟ این کمپانی نامش از IHT به انگلیسی مخففش، ولی به صورت کامل یعنی که Innovative Hydraulic Technologies که ما یک چیز دیگه هم است که در همی کارهای انجینیری که ما همیشه انجام دادیم بسیار علاقه داشتیم که کارهای جدید و بکره انجام بتم تا مورد علاقه من قرار بگیره. به خاطر از این که کارهایی که همیشه شما او را تکرار میکنین در انجینیری زیاد جالب نمی باشه، ولی اگر بعض کارهای جدید میکنین بازو یک مقدار شما را به فکر و تفکر بیشتر در مسائل انجینیری وامی داره که هم خودتان یاد میگیرین و هم یک چیز جدید را به اصطلاح انکشاف میدین. بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر. البته در قسمت کارهای انجینیری ما در اتریش هم در چند کمپانی کار کردیم که زیادترینش در یکی از کمپانی هایی بوده که به نام اکوپلان یاد میشد، و در اونجا ما ویست واتر پلانت یعنی سیستم های تصفیه فاضلاب دیزاین میکردیم. بعض کارهای نیروگاه های برق آبی کوچک بود، در اونجا همچنان چون کشور آلمانی زبان بود از ما منعیس یک ترجمان تخنیکی هم استفاده میکردن، و چند بار انجینیرهایی را که از طرف یونیدو که دفترش در ویاناس و کمپانی ما رایی کرده بودن که ما اونا را در اون قسمت ها همچنان ترین کردیم. و بعد سال 1991 باز ما به طرف استرالیا رفتم و از 91 تا 99 در کشور استرالیا در شهر ملبورن و در ایالت ویکتوریا بودیم.
بسیار. البته رفتن ما به استرالیا وقت عملا صورت گرفت که انستیتوشن انجینری استرالیا اسناد تحصیلی ما را قبول کردن. بعدا وزارت خارجه استرالیا برای ما ویزا دادن و ما به طرف استرالیا رفتیم. بسیار خوب. در قسمت اینجا نوشته شماست، شما بسیار نوشته ها دارین، بسیار مقاله ها دارین، رساله ها دارین. من میخواستم در مورد از اینا که شما بسیار یک انجینیر قلم به دست هم هستین. خب این دیگه جای تعجب نیست، بخاطر از این که شما در یک خانواده بزرگ شدین که همه علم بوده، دانش بوده، تاریخ بوده و ادب بوده. و در اینجا نوشتین که پلانگذاری انکشاف افغانستان از طریق پروژه های همجانبه انکشاف وادی رودخانه ها، آب در محراق سیاست و پیشرفت اقتصادی. اینه میره لطفا بگوین، مخصوصا که آب در محراق سیاست و پیشرفت اقتصادی، که شما در سیاست هم وارد هستید که این نوشته ها دارید. اجازه بتم قبل از اینکه به سوال شما جواب بتم، بله، همین قسمه که شما تبصره کردین، چون در خانه ما کتاب های تاریخ و ادبیات و بله، مسائل سیاسی و اقتصادی و گپا زیاد بود، بله، من به صورت غیر رسمی یا غیر مسلکی به این چیزا علاقه داشتم و میخواندم و ضمناً از پدرم علامه و استاد احمد علی کوهزاد بله، هم هر روز هر چیز میشنیدیم و بله، به اصطلاح ما دمو تاریخ و ادبیات هم بزرگ شدیم دیگه. بله، بزرگ شدیم و به اصطلاح انگلیسی انوالف بودیم. بله دیگه. بله. با این مقدمه کوچک به خدمت شما به عرض برسانم که در افغانستان از طریقه هایی که در انجینیری به نام IWRM یا Integrated Water Resources Management که به فارسی میشه مدیریت تجمعی منابع آب استفاده میکنن، منتها با یک اشتباه کلان که IWRM یک طریقه است که از طرف ملل متحد و کشورهای بزرگ دنیا ای ترتیب شده که اگر کشورها میخواین که فقر زدایی کنن و به پیشرفت زودتر برسن از این طریقه ها استفاده کنن. در افغانستان رودخانه ها را به حوزه های دریایی تقسیم کردند، ولی از طریق همی پروگرام IWRM باید از نقطه نظر سیاسی کشور به سیستم غیر متمرکز تبدیل شود. اینان اینجا ببینیم که یعنی سیاست غیر متمرکز باشه، متمرکز نباشه. آها. اگر متمرکز باشه بازی سیستم IWRM یا می مدیریت تجمعی منابع آب کار نمی کنه. در کجا متمرکز نباشه سیاست؟ مثلا به حساب جغرافیایی وقتی که ما میگیم حوزه رودخانه کابل، حوزه دریایی هریرود، هلمند، هر کدام از این باید در این ساحه جغرافیایی خود از نقطه نظر سیاسی غیر متمرکز باشه، یعنی مربوط حکومت مرکزی نباشه امور سیاسی و اقتصادی بیگپاش. بله. و در ضمن برای پیشبرد امور باید که تمام همی کسایی که در همی ساها هستن و به یک شکل سهم دارن، چی در رودخانه کار میکنن، چی در دیخان هستن، چی تاجر هستن، هر کدام از این به یک شکل به اینجا یک رابطه داره که در انگلیسی به نام استیک هولدر زیاد میکنن و باید هم این انجمن های سهمداران تشکیل شود و تمام امور آب و هر چیزی که پلانگذاری میشه از این طریق ساخته شود. این حال شما ببینین، من اینجا یک انتقاد دارم به یکی از پروژه های بزرگ افغانستان که عبارت از شهر جدید کابل است. بله. شهر جدید کابل به نظر من یک پروژه بسیار نادرست است، به خاطر از این که اینجا یک سوال بزرگ است. این شهر جدید کابل که در منطقه دیسبز دیزاین شده و ساخته میشه و خوب است که تا حال ساختم نشده، اینجا ای برای 2 میلیون نفر پلانگذاری شده.
این حال ما یک سوال دارم کمی 2 میلیون نفر در اینجا چی کار کنن؟ آیا در اینجا برای 2 میلیون نفر کار زراعتی است، کار صنعتی است، کار معادن است، کار تجارتی است؟ هر قدر کار که باشه شاید برای 10,000 نفر باشه، پس این 2 میلیون نفر چی کار کنن؟ بله اینالی رو ببینیم که پروژه از طریق امی انکشاف وادی رودخانه ها دیزاین نشده. آها. اگه ایواز از این پروژه برن یک قسمت یک حوزه یک رودخانه را یا یک شاخش به اساس IWRM یا امی مدیریت تجمعی منابع آب دیزاین کنن، اینال شما ببینین اول یک انکشاف در منابع آب صورت میگیره، مثلا به یک بند ساخته میشه، کانال ساخته میشه، پروژه تولید انرژی برق آبی به وجود میه، کانال های آبی بر زراعت تشکیل میشه و آب بر صنایع استفاده میشه، آب بر معادن استفاده میشه و آستاس تا شما میبینین که در اینجا مردم بر کار میه، خانواده خود میاره، شهر به وجود میه و به این ترتیب آهسته آهسته یک مرکز بزرگ نفوس میشه که این رقم باید یک شهر دیزاین شه. نه این که ما بریم در یک جای ساختمان ها و بازار بسازیم بدون از این که مد نظر بگیریم که بازی مردم که در اینجا زندگی میکنن چی کار کنن، ولی از طریق امی مدیریت تجمعی منابع آب وقتی بلد. یک پروژه پیش میره ای به این ماناست که هر کسی که در اونجا میایه برای یک کار میایه و آهسته آهسته تمام همون نفوس که اگر 10,000 نفر باشه، 20,000 باشه، 1 میلیون باشه، هر قدره که باشه، یعنی اینجا اینا اول کارشان در اونجا تثبیت شده و پیش میرن و این یک شکل استمراری یا امتراری به مو پروژه میتر در غیر از اون مثل پروژه دی سبز بازی وقت کشار ساخته شد و مردم هم کار و بار وجود نداره، همه امور از این شهر باز چطور پیش بره؟ مردم حتی شاید پول خریدنش نداشته باشه یا پول کرای خود نداشته باشه. 2 میلیون نفر به حد زیاد است در گذشته هایی که ما در کابل بودیم. نفوس شهر کابل 500,000 یا 500,000 بود. بله بله. اینال شما فکر کنید که چقدر نفر زیاد است و اینا چطور میتونن برای قدر نفر؟ بله باید سنجش شود. پس سنال ما میبینیم که وقتی که ما یک تجمعی میگیم یعنی که تنها اینجا مسئله آب نیست، بلکه آب تمام امور زندگی را پیش میبره، چنانچه به حساب تاریخی هم اگر شما به مدنیت های مختلف مراجعه کنین میبینین مدنیت سند است، مدنیت هلمند است، مدنیت اطراف آموز، مدنیت دجله و فرات است. در هر جایی که یک مدنیت تاریخی صورت گرفته در کنار یک منبع آب بوده، یعنی آب در محور پیشرفت و ترقی قرار داره، پس آب در محراق سیاست هم قرار داره. یعنی شما هیچ نمیتونین که یک پروژه را در افغانستان پیش ببرین بدون از این که به سر منابع آب از او پروژه فکر کنین، ولی اگر بر سر منابع آب فکر کنین و بعد از او دیگه پروژه هایی را که صنعتی است و معادن است و زراعت است و همچنان وقتی که این چیزها شد سرک و ترانسپورت و همه چیز میه و شمول همی مسائل تجارتی و خانه و مکتب و شفاخانه و همه چیز، اینا این را میگن که یک پیشرفت تجمعی Integrated Water Resources Management. بله بله بسیار. از او خاطر این مسئله پروژه هایی که از طریق انکشاف وادی رودخانه ها پیش بره ای بسیار موفق می باشه. ما در گذشته ها در افغانستان تقریبا 2 پروژه مشابه از این داشتیم، با وجود که در اون زمان هم به حساب سیاسی مناطق ما قدرت سیاسی غیر متمرکز نداشت. این پروژه ها یکی پروژه انکشاف وادی ننگرهار است و یکی هم پروژه وادی هلمند که در گذشته ها کار شده. و اگر شما ببینین همین چیزایی را که من برای شما صحبت کردم این همین چیزها در اونجا صورت گرفته که اول بند درونتر در ننگرهار ساختن، کانال کشیده شد، پروژه های فارمای هده و غازی آباد و پسانا و بنام جمهوریت و چند پروژه دیگه به وجود آمد، شهر صاحب برق شد،
مردم خانه های رهایشی درست کردن، یک مرکز تفریح و تفرجگاه زمستانی کابل هم شد، مسائل تجارتی هم پیش رفت، مکتب و شفاخانه و دانشگاه و همه چیز به وجود آمد. این در حقیقت هم یک شهر کوچک جلال آباد و یک شهر بزرگ تبدیل کرد، ولی این پروژه تنها برای شهر جلال آباد نبود، بلکه برای تمام یا یک قسمت زیاد وادی ننگرهار بود، به می ترتیب در ولایت هلمند. حالا اگر ما قرار باشه که تمام کارکردها و زحمات که شما طی این مدت کشیدین اگر صحبت کنیم خود ساعتها کار است، ولی بیاین که به گونی مختصر شما یک نوشته دگام دارین که این خلاصه و ترجمه است، من فکر میکنم زندگی و عصر شکسپیر، ایده در بر ما بر بیننده های عزیز بگوین که ایده با انجینیری چی غرض است؟ قسمی که براتون گفتم، من همیشه در مسائل غیر انجینیری هم یکان چیز مطالعه میکنم. وقت در ملبورن استرالیا بودم، زیاد به اونجا به کتابخانه میرفتم، البته بعد از کار با یک روز یک کتابی که همو نام کتابم در آخر همی نوشته ذکر است که من اون کتابی که خواندم بسیار برم جالب بود، در مورد زندگی شکسپیر و تنها در مورد زندگی از اون نبود، بلکه در مورد همو عصر که در انگلستان مردم چه قسم زندگی میکردن. باز من از این یک ترجمه بسیار خلاص کردم و یک چند صفحه ای را باز به می وبسایت های هموطنای ما فرستادم، و این جالب است که شما یک کم معلومات در مورد خود شکسپیر میگیرین که او چقدر کار میکرد و زحمت میکشید. در حقیقت شکسپیر یک روشن فکر بسیار چی بود ببخشید، یک روشن فکری بود که بسیار کارهای همی انقلابی هم انجام میداد. مثلا تمام درامه هایی را که شکسپیر نوشته کرده این تمامش انتقادی است، که همو درامه ها هم به صورت خلاص در اینجا نوشته شده و این یک چیز بسیار جالبی بود. مثلا در اون زمان مثل که در افغانستان هم همطور بود، زنها نمیتونستن که در درامه ها کار کنن، باز از مردها و پسرها برای نقش بازی دم رول که اینا بازی میکردن استفاده میکردن. باز پس آنها در اینجا ذکر شده که از زنها به حیث مردها و از مردها به حیث زنها استفاده میکردن تا یک کم بر زنها هم رول بتن که اینا از این استفاده کنن. و این یک وقت بود که در شهر لندن اصلا خود شهردار و کمیسیون شهری اجازه نمیداد بر از اینا که این صحنه ها را پیش ببرن، میگفتن شما اخلاق مردم خراب میسازید. و آسته آسته الیزابت اول کمی عصر شکسپیر هم به نام عصر الیزابت اول یاد میشه، به می مسائل علاقه میگیره و بعد از او حتی در داخل خود می قصر خودم بعض نمایشات اجازه میداد و آهسته آهسته چندین صحنه یا تئاتر در اونجا به وجود آمد که یکی از اونا به نام جهان یا گلوب بود که چند وقت بعد هم چون ساختمان های چوبی بود آتش گرفت و در گرفت و از بین رفت، و چند سال بعد بازم این تئاترها را از داخل شهر لندن دور ساختن. و به هر حال خب یعنی میبینین که زن که در هر جا نقش داشته باشه، نقش پای زن میبینین که چی کارهای خوب را ادا میکنه، نه؟ بله بله، نال اینجا میبینین که همی رول شکسپیر چقدر مهم است که او در حقیقت زنها را تشویق میکرد که در این کارها سهم بگیرن. در افغانستان هم همطور بود در اوایل تئاتر، نه؟ یک نمایشنامه دیگه شکسپیر است به نام تاجر ونیس که در ایتالیا یعنی بازی نشده، یعنی صحنه بازیش در شهر ونیس ایتالیا است که جایی است که کانالا و آب زیاد داره، و او در اون زمان یک مرکز تجارتی بود و در اونجا یهودا بسیار کار میکردن، ولی یهودا بسیار تحت استثمار و ظلم و بیعدالتی بودن. شکسپیر میخواست که همی
ناهنجاریایی را که در مورد از اینا صورت گرفته در می نمایشنامه تاجر ونیز به صورت انتقادی نشان بده. بله. یکی دیگه از نمایشنامه های شکسپیر به نام مکبت یاد میشه. آها. که مکبت نام یک پادشاه اسکاتلند است که در او زمان در اسکاتلند 14 پادشاه کشته شده، مثل که شما تاریخ افغانستان بخونید. و این مکبت نام یک پادشاه است که پادشاه پیش از هم کشته شده و پادشاه بعد از هم کشته شده. در حقیقت ولی خود از این مانده، خود از هم کشته شده. خب یعنی شکسپیر میخواست که نشان بده که اصلا تو پیشبرد امور سیاسی به این شکل کار درست نیست. نیست که برین و یک نفر بکشین و از بین ببرین با یکی دیگه پادشاه شود. بله. این چیزایی است که انتقادی بوده، انتقادی بوده. بله. تمامش. خب نوشته های شما از اصلاحات سیاسی در افغانستان، نظر بر اوضاع سیاسی افغانستان و از این قبیل رابطه افغانی که ایام ترجمه است فکر میکنم رابطه افغانی، اجازه بتن که در مورد زندگی و اصل شکسپیر، بعد از اینکه ما دیگه بسیار وقت کم داریم دکتر انجینیر فریاد، مرا که دعوت نکنین خویا 4 روز وقت بتین دیگه. او متاسفانه که وقت ما بسیار کم مون، برای اینکه بخش دوم گفته بودم که ما شما میریم پیرامون کارتهای علامه استاد احمد علی کوهزاد، والد دانشمند و مورخ نازنین شما که بر ما هم افتخار ما هستند، بی نهایت به خاکشان احترام دارم، به خودشان دوست داشتم، دیگه سر از اونا صحبت بکنیم. ما اینجا دو کتاب، دو جلد کتاب را که شما میبینین، جلد اول و جلد دوم از تاریخ افغانستان است که نمایندگی از تاریخ، یعنی از زندگی قبل از اسلام میکنه. جناب استاد واصف باختری گفتن که اگر علامه احمد علی کوزاد این نوشته نمی کردن، ما تاریخ قبل از اسلام خود ارگز آگاه نمی بودیم، نمی فهمیدیم. و در این تاریخ اینا امو آریانای کبیر و امو قصه ها و داستان ها را از اسطوره و افسانه جدا کردن. اینال شما در مورد این شخصیت بزرگ کشور که یکی از پایه های اساسی افغانستان هستند، شما در مورد از اینا یک کم صحبت بکنین. و در مورد از اینا ما آرزو داشتم که بسیار بیشتر صحبت شود، ولی متاسفانه صحبت های شما قدر دلچسب بود که وقت ما کم ماند. که در مورد امی کارکرد ها و در مورد شخصیت ایشان و در مورد ای همه فعالیت و حفریات و تاریخ، نوشتن تاریخ اینا، شما چی کار کردین باعث یک فرزند دانشمندشان؟ بسیار خوب، تشکر. کاری که ما کردیم، یک نهاد را به وجود آوردیم به نام بنیاد فرهنگی کوهزاد. بسیار که البته ما این نهاد تا حال در هیچ کشور راجستر نکردیم، زیرا میخواهیم که یک روز ای باز در خود افغانستان راجستر شود. اما در این قسمت کار کردیم، همین دو جلد کتاب را که هم شما اینجا نمایش میتین، این اولین کار است که بنیاد فرهنگی کوهزاد تاریخ افغانستان در دو جلد تجدید چاپ کرد و این مدت 6 سال در بر گرفت تا که بالاخره این به چاپ رسید. کتاب تاریخ افغانستان یک کتاب است که برای اولین بار قسمی که شما فرمودین که آقای استاد باختری هم همچو یک ذکر کردن، اولین کتاب است که تاریخ قبل از اسلام کشور ما را بله. از افسانه ها و اسطوره ها و بله. به اصطلاح گپ های همطور غیر علمی جدا می سازه بله. و این به اساس حفریات تاریخی، باستانشناسی، به اساس معلومات هایی که از سرود های ویدی به دست آمده، به اساس منابع یونانی، منابع هندی، منابع چینی و همچنان معلومات هایی که در زبان فارسی اگر بوده، قسمی که بسیار کم بوده، این نوشته شده. نوشتن از این کتاب تقریبا 15 سال در بر گرفته و بالاخره در سال 1325 از طرف انجمن تاریخ افغانستان نشر شده.
یک چیز مهم دیگر که من میخوایم در مورد از این کتاب ذکر کنم ایست که این کتاب همچنان که متنش موضوعات مختلف تاریخ آریانا را تشریح میکنه، این در حقیقت یک کرونولوژی تاریخی را هم اساس گذاشته که پیش از او اصلا وجود نداشت. کرونولوژی تاریخی که بیشتر تشریح کنم یعنی در کدام سنه، در کدام وقت، کدام پادشاه و کدام عصر و کدام کار صورت گرفته، که این پیش از نوشتن از این کتاب وجود نداشت و این کرونولوژی تاریخی به اساس همین مطالعات به شمول مطالعات که از سکه ها و اینا انجام شده این تعیین شده. اینال اینجا محتویات از این کتاب از زمانه های قبل تاریخ شروع میشه، یعنی از اصلا اگر ببینین از تاریخ جیولوژیکی شروع میشه که بعد از تشریحات عصر حجر یا سنگ و سیقل سنگ و فلزات و گپا بالاخره به عصر ویدی میرسه و از عصر ویدی پسانتر میه به عصر اوستایی تا سر زمان اخامنشی. زمان اخامنشی در کشور ما و در کشور ایران این دوره است که دوره تاریخ از قبل تاریخ جدا می سازه. بله. به خاطر ازی که همیشه دوره تاریخ از قبل تاریخ خط و نوشته جدا می سازه. اخامنشی ها هم در کشور ما و هم در کشور ایران توسط عمو منشی های آرمنی خط و نوشته را آوردن. این حال هر چیزی که مربوط تاریخ وطن ما هست و او پیش از این دوره اخامنشیست او را دوره قبل تاریخ میگن و بعد از این دوره تاریخی. البته این در کشور ما هست ولی در جهان دوره تاریخی و قبل تاریخ از کشور عراق شروع میشه به خاطر از این که در اونجا همین مدنیت که در بین دجله و فرات وجود داشته و پیش از اخامنشی ها اونا خط نوشته را به وجود آورده بودن و از امو خاطرم و ارمنی ها پیشتر از آریایی ها خط نوشته را می فهمیدن. و بعد از عصر اخامنشی بازی دوره های دیگه است که البته پیش از دوره اخامنشی در این کتاب همچنان دوره های دیگه که در بلخ بوده مثل پیشدادی های بلخی که اما پادشاه بزرگترین و اولین پادشاه ماست، گرچه به صورت افسانوی پادشاه دیگه ما پیش از او داریم که با نام کیومرث یاد میشه. بله. و به همین ترتیب عصر پیشدادی هاست و باز عصر کیانی میاید و عصر اسپه میاید و باز بعد از او به عصرهای دیگه است مثل وقتی که اخامنشی ها در فارس بودن اینا توسط اسکندر کبیر شکست خوردن و باز اسکندر همطور پیش آمد و به کشور ما هم حمله کرد که اولین بار که در اینجا با مقاومت مقابل شد در نزدیک هرات بود که یک نفر به نام برزان در اینجا در مقابلش جنگ شروع کرد و به می ترتیب باز وقتی که دید که در این کشور یک ذره همه چیز سخت میره پیش میره باز در هر جای همی شهرک های به نام اسکندریه ساخت ولی او قلعه های بیش نبود در اراکوزیا یا در قندار و در کابل و یکی از اینا که بسیار مشهور است به نام الکساندریه پروفتازیا که این در قسمت جبل سراج بوده باز از بالای کوه هندوکش تیر شده و طرف بلخ و بختی رفته باز اونجا کس دیگه به نام بسوس در مقابل از این جنگ کرده و این همچنان جای است که باز با رخسانه که اونا تلفظ میکنن یا رخشانه که ما میگیم با او ازدواج کرده. قسمی که امیر رخشانه اول در مقابل اسکندر میجنگید و چون یک سپر پیش رویش بود وقتی که به یک شکل سپر از پیشش افتاد و اسکندر روی زیر دید کاملا دل داد و بالاخره با ای ازدواج کرد و به می ترتیب از رودخانه آمو تیر شده و طرف سغدیانه که عبارت از امی تاجکستان امروزی است حرکت کرد و باز پس آمد و به این ترتیب بالاخره در راه بازگشت اسکندر در جنوب کشور ایران امروزی پشه ملاریا گزیدش و ای فوت کرد. آها. و امو
به اصطلاح قلمرو را که ساخته بودی تیتو پاشان شد و یونانی هایی که با اسکندر آمده بودند در قسمت باختر یا می سمت شمال افغانستان یک چیز دیگر مخلوط با مردم محلی و بومی ساخت که به نام یونان باختری یاد میشه، که از این باز تقریبا تا 200 سال آثار هنری و سکه ها و زبان از اینا به صورت موازی با زبان های همی محلی ما استفاده میشه. من میخواستم در مورد یک موضوع دیگه استان صحبت کنم، امرتان صحبت کنم که امروز شما میشنوین بسیار زیاد که زبان ما دری است و زبان ایران فارسی. میخواهم که یک تعداد از دشمنان ما که همین زبان ما را که اصل است این را جدا بسازن به دری فارسی. استاد علامه استاد احمد علی کوزات در این زمینه زبان فارسی و دری چی گفتن؟ فارسی چیست؟ دری چیست؟ امیر اگر شما کمه اگر معلومات داشت. یک کتاب دیگه استاد کوزات است به نام تاریخ ادبیات افغانستان. آها. که در اونجا 5 نفر همی کتاب نوشتن. بله. سابقه در صنف 12 منعیس تاریخ ادبیات تدریس میشه. بله. دیگه پیش از این که من در قسمت صحبت کنم، من براتان به عرض برسانم که چی به گفته استاد کوزات و چی به گفته بسیار اشخاصی که واقعا این مسائل را میفهمن. فرق بین از این که ما یک زبان دری بگوییم یا فارسی بگوییم یا تاجیکی بگوییم وجود نداره. کلش این نام‌های مختلف است بالای یک زبان. اول بیاین که راجع به زبان فارسی صحبت کنیم. امیر مختصر. مختصر. شما به این کتاب اگر مراجعه کنین، یک مهاجرت‌های از آریانا صورت گرفته که به 2 سمت است، یکی به سمت غرب یکی به سمت جنوب. بله. به سمت غرب 2 قبیله مهاجرت کرده. بله. که اولش عبارت از امادی هاست. امادی ها کیستن؟ امروز به نام کردها یاد میشن. 200 سال بعد از اینا قبیله دیگه به اون طرف حرکت میکنه میره و تا نزدیکای دجله و فرات میرسن که اینا عبارت از قبیله پارسوا یا پارسواش یا فارسی ها. پس اینا از امی بلخ و بختی به او طرف رفتن با می نام و با امی نشان خود. بله. و وقتی که به اونجا رسیدن اون منطقه را به نام خود به نام فارس یاد کردن. اینا میگن، یک ادم میگه که چون فارس قبلا بوده و از امی خاطر ای فارسی قبلا نبوده، نبوده. یعنی اما تر میگن نه من براتان عرض کردم که در حدود 2500 سال پیش از میلاد. بله. قبایل آریایی مهاجرت کردن، یک 2 دسته به طرف غرب که عبارت از امی قبایل امادی و پارسواس و چند قبیله دیگه به طرف جنوب که عبارت دادیکا، پکتها، علیانها و اینا هستن که باز بالاخره کلشان تقریبا در قسمت‌های پنجاب امروزی هندوستان یک جای میشن. تاریخ از این نشانه های داره به خاطر از این که در اونجا یک جنگ صورت میگیره به نام جنگ دملک، کم قبیله پکت هاست که عبارت از همین پشتون هاست، هم دادیک هاست که عبارت از همین تاجیک هاست، هم الیانه هاست که عبارت از نورستانی هاست. پس اینال که شما اینا رو ببینین، هم این قبایل جنوب و همون که غرب از شمال کشور آریانا از منطقه باختر و مرکزش که عبارت از همون بختی بوده رفته. پس قبیله پارسوا که به اون طرف میرن بازو سرزمینه که میگیرن متوطن میشن بازو رو به نام پارس یا فارس یاد میکنن. یعنی همین مردمی که از طرف شمال این خطه رفتن به طرف غرب، اونجا را که اینا گرفتن متوطن شدن زندگی ساختن، باز فارس یا پارس یاد میکنن. بله بله. همون پادشاهان اول اخامنشی کسایی است که از بلخ رفته. پادشاهان اول ساسانی هم وقتی که در پارتیا که یک قسمت دیگه بین ایران و افغانستان است، اینا هم کسایی است که از بلخ رفتن. بسیار آثار استاد کوزات است که شما این چیزا رو میتونید. کاش بیننده های عزیز ما از این آثار بسیار معتبره
علامه استاد احمد علی کوزات استفاده بکنن تا بدانن که ما کی هستیم، کی بودیم و زبان ما چی بوده، کی هست و ما زبان خود را، اصل خود را، ریشه خود را باید که به کس دیگه نبخشیم. چی پشتون ماست، چی فارسی ماست. ما که امرای استاد واصف باختری یک صحبت داشتم اما تربت تلویزیون، اونا گفتن، سوال کردم که زبان دری از کجا پیدا شد؟ اونا گفتن یا زبان درست یا زبان است که از تخار، دهار و تخار باز شده، دهار بوده و دخار شده و دهار تخار شده، این زبان از اونجا آمده، و یا ای که زبان دربار سلطان محمود بوده. در همین کتاب که من براتان ذکر کردم به نام تاریخ ادبیات افغانستان که فصل اولش توسط استاد کوزات نوشته شده، راجع به زبانهای مختلف در اونجا صحبت شده و همچنان راجع به زبان دری. همین سه موضوعی که زبان دره ها و زبان کبک دری و زبان دربار است در اونجا چی شده؟ ذکر شده. بله. اما این به این معنی نیست که زبان جدا از فارسی است. و مطالعات بعدی و کشفیات بعدی که در بغلان در سرخکوتل صورت گرفته، باز در اونجا علما به این نتیجه رسیدن که زبان دری بیشتر ریشهش از زبان تخاری است. که بله. در مجامع علمی افغانستان ذکر شده از استاد کوزات و دیگر دانشمندای افغانستان هم در این مورد صحبت ها شده. استاد شلومبرژه فرانسوی هم در این مورد چیزهای نوشته کرده که توسط استاد کوزات ترجمه شده. اگر میربونی کنین از این تصاویری که از استاد احمد علی کوزاد است که بر ما لطف کنن، درست نشد او. اگر از این تصاویر ما بتوانیم که استفاده کنیم، استاد فقید شاد روان علامه استاد احمد علی کوزاد که یکی از مریدان و یکی از عزیزان ما هستند. دیگه بزرگتر نمیشه عزیزیان؟ دزده ای صفحه نمیه. خب باز به صفحه نمیه. گل شد. اینی مشکلاته. و خیر است، ما فقط می چند تصویر از علامه استاد احمد علی کوهزاد اگر بتوانیم که این سیمه کشید پخش بکنیم بسیار خوب میشه. و این کتاب ها را که شما دیدین، این کتاب ها بسیار کتاب های معتبر است، معتبر کشور. اگر اجازه بدین من داخل از یک چند کتاب شما بفرمایید نام... عکس درست کنین، نام بگیرم. بله نام بگیرین لطفا. کتاب های مهم استاد کوزات همی تاریخ افغانستان در دو جلد، کتاب های دو جلد بالاحصار کابل و پیشامدهای تاریخی، افغانستان در شاهنامه رجال و رویدادهای تاریخی. بالاحصار کابل و پیشامدهای تاریخی بیشتر در مورد دوره های اسلامی است. بله. رجال و رویدادهای تاریخی در مورد همین دو سه عصر صده آخر است و همچنان در زوایای تاریخ معاصر افغانستان. بله. و می ترتیب به می عصر حاضر است. این کتاب ها از کجا پیدا کنم؟ کتاب ها دیگه یافتنش بسیار سخت است. کتاب تاریخ افغانستان که ما چند سال پیش نشر کردیم، متاسفانه هم وطنهای ما و قدر علاقه نگرفتن و در مو گدام های ما به اصطلاح در فلوریدا همونجه پوسیده شدن. و هر حال ما نمیخواییم که به زور برای کسی بتیم. همین کتاب ها همچنان از طرف بعض نشرات افغانستان در کابل هم تجدید چاپ شدن به صورت جداگانه. ما یک موضوع دیگر هم میخواستم بگم، نشد تصویر درست. این دیگه نموت وقت میگیره، نمیخواییم که بله. خب به هر حال اگر نشد که نشد متاسفانه. ما یک سیمینار چند سال قبل پانتون کابل گرفته بودن، سیمینار سه روزه بود که در مورد کارکردها و شخصیت علامه
کوهزاد صحبت های شد و کدام جایی را من فکر کردم شنیدیم همونطور که در زمان آقای کرزی بود فکر میکنم که کدام سرک را کدام فاکولتی را یا کجایی را به نام علامه استاد احمد علی کوهزاد مسما کرده بودند. آیا این حقیقت داره؟ ما در این مورد هیچ معلومات ندارم که متاسفانه فکر نمیکنم. متاسفانه البته این چیزها را معمولا و آدم میتن و گپ میزنن. متاسفانه من بسیار تاسف میکنم به امی دولت مردای کشور ما در که بایست از شخصیت های مثل علامه کوهزاد، مثل آقای غبار، مثل ده ها شخصیت دیگی ما، شعرهای ما، دانشمندان ما باید مسما بگردانن بعض جای ها را، فاکولته ها را. ولی متاسفانه که ما به نام خود چرا نکنیم؟ اجازه بدین من در این قسمت یک چیز براتون عرض کنم که به نظر من مهمتر است که مردم بله. از آثار استفاده کنن، بخوانن، بله. بدانن، بله. معلومات خود از یاد بسازن. بله. این مهمتر بله. از این است که اگر یک سرک نامش میگذارن یا نمیگذارن، خب او هم یک کار خوب است، اما مهم است که از این آثار استفاده شود. ولی یک چیز دیگر من براتون بگویم که من حیث یک فرمول تمام تحقیقات یا اکثر تحقیقاتی که در مورد تاریخ قبل از اسلام افغانستان بله. صورت گرفته، ای بیشتر توسط استاد کوهزاد تحقیق شده. ولی شما امروز که ببینین که در مورد مسائل پیش از اسلام کسی چیز نوشته میکنه، همون معلوماتایی را که استاد کوهزاد نوشته میارن و ببینیم که اگر از یک مؤاخذه دیگه که ایران میمانن یا اسم نمیبرن یا فکر میکنن که خودشان این کار کرده بله. در حالی که من برای شما و برای شنونده ها بیننده های عزیز عرض کنم که بسیار کم کسی در مورد تاریخ قبل از اسلام افغانستان تحقیق کرده و هر کاری هم که کرده از آثار استاد کوهزاد گرفتن بله. اما اکثرن منبع خود را ذکر نکردن. و چند سال پیش بسیار جالب بود که من یک نوشته را خواندم که استاد کوهزاد به یک شکل بعد هم گفته بود، ولی همون چیزایی را که انتقاد کرده بود باز از کتابهای خودش، همون مؤاخذ خود استاد کوهزاد ای گرفته بود، در حالی که من که خودم فکر کردم اون مؤاخذ فرانسوی بود و اون نویسنده اصلا خودش فرانسوی هم نمیفهمید. استاد کوهزاد فرانسوی و آلمانی و ایتالوی و دیگه کدام زبانم انگلیسی؟ آلمانی را نه، آلمانی انگلیسی، نمی. فرانسوی، ایتالوی، ایتالوی. پشتو و فارسی. پشتو بله. بله بله. خب ما دیگه متاسفانه من فکر کنم که نمیدانم خلیل جان عزیز که ما وقت داریم که باز هم صحبت کنیم، ساعت 3 هست یا 2 هست، من نمیدانم که چند دقیقه وقت داریم. اگر به ما لطفا امیر بگوییم که ما میتونیم که صحبت کنیم. خب بله نکنن، خود را پایین نیاورن، خودشان هم کسانی که این کار میکنه واضح است که دانشمند هستن، نویسنده هستن، ولی کوشش کنن که چون امروز شرایط کشور ما طور نیست که هر کس بتوانه برن و افریاد کنن و باستان شناسی را پیش ببرن و این کارا یا معلومات کنن در ربه دره و کوبه کوبره. استاد احمد علی کوهزاد در ربه دره پای پیاده یا ببخشین به قاطر یا به حسب یا به هر وسیله که بوده میرفتن امرای خارجی ها حفریات میکردن و آثار باستانی را به میان میاردن و میکشیدن از زمین و در مورد از اون مطالعه میکردن، نوشته میکردن. این کار ساده نیست که امروز در کشور ما این کار صورت بگیره، این ناممکن است. یک چیزی را اگه به اجازتان ما اینجا براتون بگم که از زبان خودشان شنیدم که میگفتن 72 مرتبه با بامیان رفته، فکر با پای پیاده، بله. اسب، موتر و تیاره. بله
72 مرتبه. یک همشیری شما بانو ستاره کوزاد ابراهیمی که در استرالیا هستن، ما به اونا هم بسیار ارادت دارم، بسیار احترام دارم، بسیار دوستشان دارم، بر ما بسیار عزیز هستن، ولی اونا هم گفتن که گاگاه امرای جناب استاد اونا هم میرفتن در افریاد. بله. اونا هم میرفتن دیدن از مشکلات، ولی متاسفانه که صحتشان یک زرگک مساعد نیست، واگرنه در زمینی خاطراتشان امرایشان قصه ها داشتم. دیگر خودمم یک دو سه دفعه رفتیم. اینا لازم خاطراتتان بگوین. خب وقتایی که ما رفتیم بسیار خرد بودیم، مثلا در افریاد که در بامیان صورت گرفته. آها. ما چند دفعه رفتیم. بله. بار دیگه که در غزنی امرای پروفیسر توچی ایتالوی کار میکردن، بله. تپه سردار غزنه رفتیم. بله. اونجا تقریبا یکی دو هفته ما اونجا بودیم، که البته مادر ما و خواهر خرد ما همراه ما بودن و این چیزا رو در بعض جایهای دگام و که ما میرفتیم، مثلا در قسمت های لغمان و جلال آباد و اینجا در زمستان ها خودشان برای کار می رفتن، ولی ما رو هم می بردن. بله. و این بسیار چیزای جالب بود که در مورد درهای علیشنگ و علینگار و نورستان و نمی فهمم همین قسمت های مشرقی هر کاری که می کردن ما اونجا بودیم امرایشان. بله. و بله. البته استاد کوزاد در بسیار سفرهای خود چیزهای جالب را دیدن که در بعض از سفرنامه های ذکر شده. یکی از این سفرنامه ها به نام از سروبی تا اسمار است، نوشته استاد است. بله بله. سفرنامه دیگه از در امتداد کوه بابا و هریرود است. بله. و یک سفرنامه دیگه است که به طرف پنشیر و گلبار و اینجا رفتن. چه خاطرات باید سفرها داشتن نوشتک؟ بسیار چیزای جالب است، یعنی هر منطقه را که دیدن، چی به یک شکل هنری، چی به یک شکل ادبی و چی به انواع و اقسام معلومات تاریخی مردمای را کنجا می دیدن. مثلا مردم با چی خانه ها زندگی میکنن، لباسشان چطور است، فرهنگای مختلف. بله. و این جای ها مثلا در متون تاریخی چه قسم و به چی نام ها ذکر شده و این هر معلومات. بله. که می بود. مثلا در قسمت نورستان بسیار چیزای جالب دارن که یکی از این نورستانی ها که خودشان در همین کارها تحقیق کردن، اونا استاد کوزات هم من حیث یک نورستان شناس هم ذکر کردن. و به می ترتیب در دیگه قسمت های افغانستان از سفرهایی که به هرات، به مزار شریف، به طرف های بدخشان، بامیان خود گفتیم بسیار زیاد. بله. قندار به خاطر چلزینه، به خاطر همون نوشته بسیار تاریخی که در اونجا متن یونانی و متن آرامی در اون ذکر شده که چگونه خبر شدن و چگونه همونطور دفعتن از جا برخواسته و به طرف قندار رفتن. و مهمترین از این کارهای یک سفر دیگه است که همی لشکری بازار سلطان مسعود غزنوی کشف میشه. این کلمه لشکرگاه را که شما میبینین، تا زمانی که همو کتاب لشکرگاه نوشته نشده بود کس این نام نمیفهمید. بعد از این که تحقیق شد و در اونجا این جالب است که همراه استاد خلیلی یک جای رفته بودن و همی خرابه ها را میدیدن و تحقیق میکردن، تا این که در رمی متونی که در زمان غزنوی ها نشر شده، باز این نامی کلمه لشکری بازار رو میبینن و در اشعار انصاری و در اشعار فروخی همین خرابه هایی را که دیدن، باز در او اشعار میبینن که با چه زیبایی قصرها در اونجا تعریف و توصیف شده و بالاخره بازی نام ها با وجود میاد. بسیار خوب. سر در پیرامون مصلای هرات چی میگین؟ در کتاب تاریخ افغانستان در پرتو تاریخ. بله. که شامل 114 مقاله رادیویی است. البته در این 114 در جلد اولش نه، بلکه در جلد دوم و سوم در می مورد مقاله ها وجود داره. اما ایران براتون عرض کنم که کتاب افغانستان در پرتو تاریخ در سال 1346 از طرف مطبعه همی بیهقی نشر شده، ولی این کتاب در همی کتاب نشر شده که شما بخوانین
نوشته است که دو جلد بعدیش بعدا نشر میشه، ولی متاسفانه استاد کوزاد در سال 1347 مریض میشن و این مقالات که باید دو جلد دیگه نشر میشد و همه مانده. تعداد زیاد از اون مقالات نزد ما وجود داره که انشالله با سر وقت کشد همین کتاب افغانستان در پرتو تاریخ با مقالات باقی مانده که در حدود 300-400 مقاله میشه بله. به نشر میرسه باز خواننده های تمام رساله ها و مقاله ها و اینا خیلی نزد شما هست، حفظ است، تلف نشده. تمام میشه، من گفته نمیتونم، تقریبا 50% در زمان طالبان ما به یک شکل از افغانستان با استرالیا برم رسید و بعد از او من کوشش میکنم که از دیگه جایان پیدا کنم. یک مبادله که ما با می مرکز مطالعات افغانستان شناسی دانشگاه نبراسکای امریکا کردم ایست که چون من رئیس چمش ناختم به نام تام گوتیر که در افغانستان به خانه ما آمده، باز من بر از اونا لست چیزایی که پیش من بود رایی کردم و از اونا خواستم که لست کارهای استاد کوزاد که پیش از اونا باشه برای من رایی کنم. بازم چیزایی که من نداشتم بر از اونا روان کردم، چیزایی که اونا نداشتن من برشان رایی کردم. به این ترتیب یک تعداد زیاد از این نوشته ها را که البته فوتوکاپیش است به دست آوردم و من در بسیاری جایا وقتی که به هر جای میرم به این مغازه های افغانی و اینجا اگر کدام اثر از کتاب از استاد کوزاد باشه او را میگیرم و میخرم و همون چیزایی را که نداشته باشیم جمع‌آوری میکنیم. و البته یک تعداد از این نوشته ها و چیزا آثار است که هنوز نشرم نشده، مثلا روهینتن و تهمتن در وادی هیرمند یک کتاب است که مثل کتاب افغانستان در شاهنامه است، یا افغانستان چهرهای تهذیب و تمدن که یک طرف صفحه عکس است یا رسم است و یک طرف دیگه یک نوشته داره. به این ترتیب او کتاب هنوز نشر نشده و بعض نوشته های دگام است. یک درامه تاریخی دیگه از غیر از مردان پاروپامیزاد که فارسیش مردان پاروپامیزاد است و فرانسویش به نام اسکندر در افغانستان که چند دفعه در کابل در مکاتب و نمیفهم در رادیو افغانستان به صورت رادیو درام نشر شده، ولی این یک درامه تاریخی دیگه است که این متاسفانه یک مقدارش کم است، پوره نیست. خب این گیر و گرفت و بله. قسمه که خانه‌ی ما در کابل و ایران شد و تمام کتاب‌ها از بین رفت، همه قدرم که بر ما رسیده. بسیار گپ بله. کلان. اما یک موضوع رو می‌خوایم بگویم که در لندن یا در ایتالیا ما امیر کاکایتان یوسف کوزاد معلومات دارن که گفتن اتاق به نام استاد احمد علی کوزاد وجود داره. خب شما شاید متاسفانه من معلومات ندارم. من یک سال پاریس پاریس رفته بودم در زمانی که در هلند درس میخوندم، اما یک روزی که خواستم به موزه گیمه بله پاریس برم بله متاسفانه ما اونجا ساعت 5 بجه عصر رسیدیم که همون چند دقیقه بسته شد و دیگه باز ما وقت نداشتم. فکر میکنم اونجا به خاطر همین آثاری که از افغانستان در اونجا وجود بله. داره میخواستم اونا رو ببینم و در همین موزه ها است و دیگه ای که فعلا میگن که از این کتاب ها در دانشگاه ها همین فعلا درس داده میشه. بله حتما، چون مؤاخذه است مخصوصا این دو جلد کتاب را که شما اینجا میبینین برای مردم عوام خواندن از این کتاب یک مقدار مشکل است. آها. زیرا بسیار نامای قدیمی آه. و مشکل و چیزایی است که ممکن است یک دو صفحه شه بخونن، ولی برای کسایی که کارهای اکادمیک میکنن باز بسیار یک منبع بزرگ معلوماتی می باشد. بله او را خوب استفاده شده بسیار زیاد برای خود اشخاص و افراد که از این کتاب ها استفاده کردن به مفاد خود. این کتاب همچنان براتان به عرض برسانم که به زبان پشتو هم است که به زبان پشتو به نام
در افغانستان پخوانی تاریخ به می دو جلد یاد میشه و سه چهار سال بعد از نشر این کتاب او هم برای کسایی که پشتو خوبتر میفهمند همی مواد از این کتاب در او کتاب هم کی ترجمه کرده؟ او را اعضای انجمن تاریخ و پشتو طولانه ترجمه کردن. اما زیر نظر استاد کوزاد که مبادا اشتباهی رخ دهد. بسیار خوب. و یک موضوع دیگر را میگفتم که در امی اواخر یک بزرگ داشت از استاد کوزاد فقید در ریاست جمهوری افغانستان به عمل آمد. در مورد از چی میگین؟ من بسیار خوش داشتم، من نظر خود اول بگویم برتان ببخشید، من بسیار خوش داشتم که از طرف یک مرکز علمی ای تجلیل صورت بگیره، بخاطر از اینکه اونا اهمیتش هم میفهمن. دیگر آقای غنی رئیس جمهورم در زمینه صحبت کردن، مخصوصا یک جملهشان که شما رو بسیار خوشتان آمده بود در اون زمینه صحبت کنین. براتان عرض برسانم که ما از امو کنفرانس یا بزرگداشت اطلاعی نداشتیم، نه از تاریخ مثلا بنیاد فرهنگی کوزات و نه خودم. به هر حال ما یکی از شبها پیش از اینکه استراحت کنم خبرها را افغانستان تعقیب کردم که متوجه شدم یک برنامه در مورد استاد کوزات جریان داره. بله. که البته افغانستان میتونن از شخصیت های خود چی کنن، تجلیل کنن، ولی یک چیزی که من نمیفهمم با چی شکلی را یاد کنم و این عبارت از ایست که جناب دکتر اشرف غنی بسیار با مو سبک صحبت که خودشان دارن اظهار کردن که وطن پرستی را از استاد کوزاد فرا گرفتن. اما من فکر میکنم که وطن پرستی استاد کوزاد و وطن پرستی جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک مقدار با هم فرق داره. از این خاطر ای یک رقم متر نامانوس آمد برتا. بله سب دیگه در غیر از او معلمدار و علما و دانشمندان هر کشور، بزرگا و سیاست مدارا و حکومت مدارا و دولت مدارایشان میتونن تجلیل کنن. در این محفل فرزند ارشد علامه کوهزاد را که برادر بزرگ شما می شود، آقای همایون کوهزاده خواسته بودند و در اونجا همایون جان تشریف داشت و امی حرفا شد. ولی یک موضوع را می خواهیم بگویم بر بیننده عزیز که علامه استاد احمد علی کوهزاد واقعاً یک شخصیت وطن دوست بود که در راه وطن، در راه خدمت به وطن پایه‌ها و دستانشان آبله داشت و خار مغیلان اینا طی کردند. شبها و روزها در زیر خیمه ها اینا بسر بردن و تا کشور خود را از گفته شما اسطوره بیرون بکشند و جامعه حقیقی بپوشانند و اونا یک مرد آزاد و آزادی کشور خود هستند. اونا یک وطن دوست که بعد از خدا میشه گفت که مادر وطن آدم بپرسته، یک وطن پرست واقعی کشور ما هستند که و نامشان بر ابد جاویدان خواهد بود. بله بسیار خوب. مثل که به آخر برنامه تان رسیدیم. فکر نکنم، ما از خلیل جان گفتم که آله ساعت چند است؟ آله ساعت 2:20 است. بسیار خوب، ما میتونیم که هنوزم صحبت کنیم سر ازی. ما اگر اجازه تان باشد در مورد محتویات از این کتاب به صورت بسیار مختصر ذکر کنم که بیننده های عزیز ما ببینن که مثلا چه قسم معلومات ها را در این کتاب میتونن به دست بیارن. بله. به این قسمه که از دوره های بسیار باستانی شروع میشه، ما صحبت کردیم تا دوره اخامنشی ها را. بله. ولی بعد از او دوره های یفتلی
دوره های یونان باختری، البته پیش از یفتلی، بله، که دوره های شاهی ایوکراتیداس و باز بعد از او دیودوتاس، که این نام های یونان باختری است که این پادشاه ها و دوره ها و این نام ها یاد می شدن. بعد از او دوره های دیگه میاد به نام یفتلی، که این در مورد تاریخ از اونا، باز در مورد کوشانی ها، که البته دو کوشانی هاست، که یکی کوشانی های خرد و دیگه کوشانی های بزرگ. در مورد کوشانی های بزرگ که عبارت از همی کدویسس هاست، که به نام کجولو کدویسس و نمیفهم ویما کدویسس، ای شاهان از اینا بودن. و بعد از او دوره های کوشانی های خرد میاد، بله، که در اینجا دیگه کنشکا و ویشکا و اینا، که البته اینا به یک شکل پادشاهای هندی هم هستند. این کتاب با وجودی که به نام تاریخ افغانستان یاد میشه، این به این معنا نیست که نام افغانستان از قبل تاریخ بالای از این کشور بوده. بله. این به این معناست که تاریخ کشوری که امروز به نام افغانستان یاد میشه. بله. فکرتان است؟ بله بله. و به این ترتیب یک دوره دیگه است که به نام موریاها یاد میشه، که می جلد اول از این کتاب به مسر موریاها ختم میشه و موریاهای عبارت از شاهان هندیستند. پس شما وقتی که این کتاب مطالعه کنین، ما نمیتونیم بگویم که تنها تاریخ وطن ماست، یک مقدار زیاد تاریخ تاجیکستان و ازبکستان است، تاریخ ایران است، تاریخ هندوستان و پاکستان است. و وقتی که ما آریانا میگیم، در این کتاب شما میتونین مطالعه کنین که ما در مورد 16 قطعه خاک آریایی یا 16 ایالت آریانا صحبت میکنیم، که از این 16 قطعه تقریبا 10 قطعه از او خاک در افغانستان امروزی قرار داره. بعضی هاش مثل سغدیانا که در تاجیکستان است، یا فرزن اکبتانا و نمیفهم جدروزیا و اینا که در ایران و پاکستان است. اما باقی تمام پاکستان خب بسیار سالای کم میشه که خب مقصد دامدن. یعنی در هندوستان، یعنی در اون ساحه که امروز به نام پاکستان یاد درست میشه. درست. اما در زمان آریایی ها همین قسمت های، یعنی سرحد آریانا از رود سند تا رود آمو و در طرف ایران هم همین خطه که نمیفهم از یک قسمت بیره خزر است تا قسمت های همی کرمان، این شامل خاک آریانا بوده. البته یک چیز دیگر هم برای شما به عرض برسانم، که همین نام آریاناست، هموطنان ما خودشان کشور خود به نام آریانا یاد نمی کردن. این نام است که یونانی ها این کشور به اون نام یاد نکردن. خود بومی ها ای را به نام آریاورتا می گفتن. و زمانی که از رود سند یا سندهو گذشتن و به طرف هندوستان رفتن، او سرزمین ماورای شرقی رودخانه سند هم به نام بهاراتا و ورتا یاد کردن. مثل همی که همی کلمه ورتا هنوز هم یک ساحه مانا می ده. اما در او زمان مانای ورتا عبارت از چراگاه بود که پسان پسان به نام وطن و به نام، بله. و از این خاطر به صورت عمومی وقتی که ما آریا ورتا میگیم، این عبارت از همی کشور آریاناست. ممکن بعضی از بیننده های عزیز پرسان کنن که در آثار ما این چیزا ذکر نشده. بیخی درست است، این چیزا در آثار یونانی ها ذکر شده، در آثار سرودهای ویدی ذکر شده، در کتاب هوستا ذکر شده. ببینین اینجا یک چیز دیگه است که باید ما جدا بسازیم. آریان که جرمنا میگن، به هیچ صورت ربط با آریایی هایی که ما میگیم نداره. اونا کلمه آریان هم من حیث یک مبحث فاشیستی استعمال میکنن، در حال که هیچ کدام منبع و مؤاخذه هم ندارن. تنها یک چیزی که اونا ایره من حیث یک منبع بر خود قرار میتن، عبارت از ایست که جونز یک نفر دانشمند انگلیسی بود که دو قرن پیشتر مقایسه بین زبانهای سانسکریت و فارسی و جرمنی و این زبانها را شروع کرد و ای پیدا کرد که مثلا در بین از این زبانها
کلمات هست که یک چیز است، مشابه است. مثلا در فارسی ما میگه مادر، در آلمانی میگه موتر، و سانسکریت هم همه تا یک کلمه است. و وی بالاخره یک تئوری کشید که به نام زبانهای ایندو اروپایی یاد میشه. این حال جرمن ها و اساس از او میگن ما آریایی هستیم، ولی اونا خود به نام آریان یاد میکنن و بازم اون شکل فاشیستیش پیش بردن. اما در افغانستان در این کتاب در مقدمیش که شما بخوانین، استاد کوزاد به وضاحت میگه که ما را به او آریان گفتن از اونا ربط نیست. ما به خاطر این کلمه آریایی و آریانا و آریاورته و آریان ویژو و ایشزار استعمال میکنیم که این کلمات در رودخانه ها، در سرزمین های ما و همچنان در کتاب اوستا و در سرود های ویدی و در مواخذ یونانی و چینی و هندی ذکر شده. پس ما بر تمام از اینا مواخذ داریم. از او خاطر این ادعا گفته نمیتونیم، یعنی چیزی که ما میگیم این یک واقعیت تاریخی است. این قطعا ربط با آریان گفتن های جرمن ها نداره. متاسفانه بعض کسا همی مسائل به اونجا رابطه میتونه با زیر یک شکل فاشیستی میتونه باز یک رقمی می خود. اما مورد خراسان چی میفهمیم بعد از آریانا؟ در همی کتاب در مقدمش نوشته شده که کشور ما که امروز به نام افغانستان یاد میشه در قرون وسطا به نام خراسان و در قرون اولیه به نام آریانا یاد میشد و هرگاه ما این نام ها را در امون مقطع تاریخی ذکر میکنیم هیچ نوع کدام یعنی تصرف سیاسی در این نیست، بلکه واقعیت تاریخی است که باید همچنان ذکر شود. حالا ما وقت در مورد خراسان صحبت میکنیم و امون دوره ها را یاد میکنیم، خب باید به امون نام ذکر شود. و ضمناً یکی دو مقاله هم از استاد کوزاد در مورد خراسان است که نام ازی از کجا پیدا شده و چه قسم، مثل که به نام مطلع شرق یا خواستگاه آفتاب است که در این تشریحات داده شده و از کدام قرن تا کدام قرنی استفاده می شده. ولی یک چیز دیگه هم است که در زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، در بعض اوقات چندین قلمرو در اینجا بوده. مثلا شما ببینین که سلطان محمود غزنوی از دهلی تا رای کنش بود، پایتختش در تصرفاتش هم در هر طرف. به می ترتیب ظهیرالدین محمد بابر که بزرگترین پادشاه کشور ما بود و همی تسخیر هندوستان هم در بالای سار کابل پلان گذاری کرده بود، وقتی که میره و تمام هندستان یا هر قسمتش که هست میگیره، هنوز هم این طرف رودخانه سند او به نام خراسان یاد میکنه. شما کتاب بابرنامه را که گلبدن بیگم دختر بابر نوشته بخوانین، به وضاحتی را میبینین. ضمناً تیموریایی که در هرات بودن، اونا هم با وجود که در سمرقند و بخارا و مشهد و اینجا هم حکم روایی میکردن، اونا هم سرزمین خود به نام خراسان یاد میکردن. و به همین ترتیب قسمت های زیاد دیگه سامانی و تیموری و تایری و غزنوی و غوری، اینا همه اینا قسمت های مختلف به نام خراسان یاد میکنن. پس چرا ما اینه میرم میخوایم از شما بپرسم که چی نظر دارین که چرا خی در برابر این نام امروز اینقدر اساسیت است؟ این مسائل سیاسی است دیگه، این مسائل است که حالا من براتون به عرض برسانم که مثل افغانستان، مثل آریانا، مثل خراسان، مثل ایران یک نام بود و که گذشت و آل این نام کشور ما افغانستان است. کسر قسم اساسیت که نشان بده، اونا نمیتونن با این اساسیت های خود اما دوره های تاریخی را تغییر بدن. بله، دوره از تاریخ بود. بله. و این دوره شکومند کشور ماست، ما به این صورت نمیتونیم که خراسان از تاریخ خود جدا بسازیم. اگر جدا بسازیم چی میمونه دیگه؟ تاریخ افغانستان به نام افغانستان از 200 سال پیش زیاد نیست. مثلا شما
در مقدمه کتاب افغانستان در شاهنامه بخوانین، در اونجا در سال 1354 نوشته شده که نام افغانستان از 150 سال قدامت تاریخی ندارد، البته به شکل همین حدود عربیه سیاسی امروزیش. یک افغانستان دوام است که در کتاب صیفی هروی ذکر شده، ولی او جدا از خارج و بیرون از حدود عربیه افغانستان امروزی است. او کوههای سلیمان به نام افغانستان یاد میکنه، پس او یک افغانستان دیگه است. و ایران که امروز ایران گفته میشه یا هم جدا از ایران باستان است که در کتاب شاهنامه بزرگ ذکر شده. حالا شما ببینید در کتاب شاهنامه چقدر به نام ایران و ایران زمین و شاهنشاه ایران زمین و این چیزا ذکر شده. بله. اما شاهنشاه ایران زمین کیست؟ سلطان محمود غزنوی. بله. و شهرهایی که در اینجا ذکر شده، کابل است، قندار است، بلخ است، بدخشان است، سمنگان است. و پهلوانانی که ذکر شده، رستم زابولی است، نمیفهمم برزوی شنگانی یا شغنانی است. و از پادشاهانی که ذکر شده، مهرابشاه کابولی و نمیفهم دخترش رودابه دختر مهرابشاه کابولی و این نام‌هاست. اگر شما یک بارم نام تهران در او کتاب پیدا کردین، یک جایزه ما از طرف بنیاد فرهنگی کوزات برای شما میتیم. پس قسمت زیاد کوها و رودخانه ها و نام ها و جاها و چیزهایی که گذشته و در کتاب شاهنامه فردوسی ذکر شده، ای به سرزمین ما تعلق میگیره. یعنی به این مانا که همون ایران باستان عبارت از ادامه آریانای بزرگ بوده که در دوره های اسلامی همون ایران از آریانا تحول کرده و به نام ایران یاد شده. یکی که در سال 1935 پادشاه فارس شاهنشاه بعدی ایران این نام گرفت و بر خود ماند. اونا در حقیقت میخواستن که تمام همی افتخارات فرهنگی و تاریخی خطه جهان بر خود بسازن، در حالی که باید دولت افغانستان اونا رو نمیگذاشت که می کار میشد. و متاسفانه که کس در او وقت صدای خود نکشید. و حال امروز ایرانی ها همه چیز بر خود میگیرن. این حال پس شما ببینین وقتی که کتاب شاهنامه فردوسی در غزنه سروده شده و ای به سلطان محمود غزنوی اهدا شده، هر کلمه و واژه و لغت و اصطلاحی که در او کتاب ذکر شده از ماست. حالا ما نمیگیم که تنها از ماست، از تمام فارسی زبان هاست. بله. این حال اگر ما بگیریم یک واژه کتاب شاهنامه را استعمال کنم و یک نفر دیگه بگه این یک واژه ایرانی است، این بسیار جای شرم است برشون. این بسیار جای شرم است. به خاطر از اینکه من چند سال پیش که در استرالیا بودم، در یکی از روزهای نزدیک نوروز به برنامه بی بی سی گوش میدادم، یک دانشمند ایرانی با همو خبرنگار و نطاق رادیو بی بی سی صحبت داشت. بله. ای بسیار یک آدم واقعا رسیده بود. بله. گفت ما ایرانی ها به سه چیز بسیار افتخار میکنیم که هر سه از یام از بیرون بر ما آمده. گفت یکیش دین مقدس اسلام است. بله. که از طرف عربستان بر ما رسیده. دوی دیگهش که یکی عبارت زمون روز نوروز است و زبان فارسی است. گفت از طرف شرق از افغانستان امروزی بر ما رسیده. که این راستی هم درست. بله بله. این حالا حتی اگر او درست میفهمید، خود ایرانی ها هم از همینجا در اونجا برشان رسیده. بله. همون اصطلاح رسیدن اگه بگیم. بله. بخاطر از این که به همون طرف مهاجرت کردن. پس ما هر انتقاد که بالای واژه ها و کلمات باستانی زبان خود میگیریم، در حقیقت خود از همون داشته های فرهنگی و تاریخی خود بیگانه میسازیم که این یک چیز بسیار نادرست است. متاسفانه خب روی بعض تعصبات امی حرفا صورت میگیره، ولی امید است که ما مردم، ما افغان ها در مجموع بدانیم که افتخارات ما یکی است، چی از فارسی زبان هاست، چی از پشتو زبان هاست، از نورستان، از ازبک و هزاره و تا
تمام اقوام افغانستان میگم که این افتخارات افتخارات مشترک ما هست. خب در قسمت امی شما پیشتر گفتین که این نام به نام افغان است، افغان گفتین، نه اندال افغانان گفتین، یک چیز گفتین، این افغانا از کدام سال بوده در این کشور؟ در اینجا من یک چیز را برسان به عرض برسانم که من تقریبا 10 سال پیش یک چیز نوشتیم به نام افغان و پشتون که ای را ما تا حال نشرام نکدیم و ای را برمی کاکای مرحوم استاد محمد نبی کوهزاد هم یک بار از طریق تلفن خواندیم که اونا هم بسیار خوشش آمد. و من در این مورد براتان صحبت کنم که کلمه افغان و پشتون دو رقم تحلیل میشه، یکی در دوره های باستان و یکی بعد از اسلام. در قسمت بعد از اسلام کلمه پشتون و افغان با هم مترادف است که عبارت از اشتباهات نویسندگان و مورخین عرب است. در قسمت های پیش از اسلام این دو اسم به دو قوم و قبیله مختلف اطلاق میشه. از چی خاطری را من براتون میگم؟ از این خاطر که در همی سرودهای ویدی که در آثار استاد کوهزاد ذکر شده، بله، همی کلمه اسوگانه و اسوانا و که بالاخره مانای از این سواران و اسب سواران و ایگپاس، این در مورد یک قوم مثلا در عین یک سرود هم از اسوگانا ذکر شده و هم از پکت ها ذکر شده. اگه یک قوم می بود خب باید یکیش ذکر میشد. پس در اون زمان یعنی از دوره های بسیار باستان تا سر شروع اسلام ای اسوگانا یا افغانا که با زربایی را افغان تلفظ کردن. و به نظر ما وقتی که عربا به سرزمین ما آمدن همین دشت هایی که از فرات تا قندار است ای را اگر در کتاب شاهنامه شما بخونین ای را به نام دشت سواران یاد میکنن. بله. و باز دشت هایی که از قندار تا غزنی است ای را به نام دشت هندوان ذکر میکنن در کتاب شاهنامه فردوسی. این حال وقتی که عرب ها میاین به این سرزمین اول با می اسواران یا سواران یا اسوگانه و افغانا و اینا برخورد میکنن که باز اونا اینا را یا افغانا که باز اونا افغان تلفظ میکنن. و باز پیشتر که میرن همی قوم پشتون هم که به نام پکت ها بوده اینا اشتباه میکنن و به می نام افغانا ذکر میکنن. اگر اونا او را درست یاد میکردن باید در آثار عرب ها این کلمه پشتون در از این که عرب ها پی بی اشتباه از اوست که از اوناست که هر دو را به یک نام یاد کردن. یعنی منظور شما ایست که افغان جداست پشتون جداست؟ نه، من براتون عرض کردم که در تاریخ قبل از اسلام جداست. آها. به دو قوم علایده اطلاق می شد. بله. اما بعد از اسلام یک نام به دو قوم اطلاق می شد، یعنی همین کلمه افغان هم به افغانستان هم به پشتون ها اطلاق می شد. دیگه خب بر... یعنی ما که فارسی زبان هستیم ما نمیتونیم امروز که افغان باشیم؟ چرا نمیتونیم؟ میتونیم که افغان باشیم. خب یعنی منظور از اون است که پشتون نه خیر نه ای افغان است ای پشتون است. بله. بله. یک چیز دیگر هم براتون عرض بکنم که ما پیش از این که به تغییر این نام های قومی و یابا و کشور خود ضرورت داشته باشیم، بله، ما به عدالت به برادری به انصاف به این چیزا ضرورت داریم که این ما فکر نمی کنم که اگر به این نام یا به اون نام خدا یاد کنیم این یک مشکل ما را حل کنند. شما... ولی من مخالف ازیام هستم که این نام ها در تذکره و در کارت هویت ما ذکر شود. در تذکره ما و کارت هویت ما میفهمیم چی ضرور است؟ ضرور است که ما آدرس خود را ذکر کنیم. ولی مثلا در تذکره ما نوشته شده که سکونت کابل. ولی من را یک نفر در شهر کابل در بین 25 میلیون نفر بدون از این که آدرس ما باشه چطور پیدا میتونند؟ ما ضرورت داریم که هر شهر، هر سرک، هر کوچه را برش نام بگذاریم، بر هر خانه یک
شماره گذاری کنین و بعد از او آدرس دقیق هر کس در کارت هویتش نوشته کنین. در سه کام چی باید باشه؟ هیچ چیز نباشه. چی کار دارین که؟ نه افغان هم نباشه. والا در کارت هویت هم ما کارت هویت خب باید دیده شود که من مثلا اینه به امریکا به اروپا به اینجا که میرم کالمخ و اونمو کارت هویت هم هست. کارت هویت شما تذکره تان نیست، اینجا پاسپورت هست. خود پاسپورت هم نوشته میشه که جمهوری اسلامی افغانستان. ولی اینا چی ضرورت دارن که بفهمن تو تاجک هستی یا پشتون یا ازبک؟ خلاص دیگه. هیچ، بله. و همچنان در داخل افغانستان اگر شما این نامه قومی رو نوشته کنین اختلافات قومی در داخل افغانستان بیشتر میشه. مثلا شما میرین در یک دفتر برای یک کار، ممکنه مامور از یک قوم دیگه باشه، شما از یک قوم دیگه، اون همونجا کارتان رو نمیکنه، فکرتان هست. اما این چی ضرور است؟ خب ضرور است. اگر دمو دیتابیسش میباشه فارغ از این که کسی در رویت رو ببینه کار خوب است، درست است. اما ای که مثلا افغان، من هیچ طرفدار از این نیستم که چیز نشته شود. خب بخاطر از این که در اونجا نشته میکنه که کارت هویت افغانستان از جمهوری اسلامی افغانستان، حالا داخل اکشار شما چی کار دارین که بفهمید که از کدام قوم است؟ اگه کار دارین اینمی باعث از اینمی مشکلات میشه. مشکلات میشه، بله. بشمول کلمه افغان شما در مندر در صفحات اجتماعی هستین، میبینین که در این اواخر چی زد و بندهای است بین تاجک و پشتون و اینمی مردم ها که تاجک میگه که من خراسان هستم، افتخارم هست و من افغان نیستم و من پشتون نیستم، و پشتون میگه که خراسان نام های عجیب و غریب میمانند. خونه خاندین دیدین که ایتورس و ایتورس، و تو اگر از افغان نیستی بی هویت هستی، هویت نداری، ایتکپا نداری. من بسیار متاثر میشم، شما بسیار یک جمله مقبول گفتین که ما بیشتر از همه به عدالت و دوستی و برادری و مساوات و این گپا بیندیشیم تا یکی که من تاجک هستم و فلانی. خب اجازه بتین که من اینجا براتون یک چیز ذکر کنم. بفرمایید. تا چند سال پیش که یک ذره بی‌عدالتی کمتر بود، بله، این چیزها را کس نمیگفت. نمیگفت. درست؟ بله. هر قدر که بی‌عدالتی زیاد میشه اینمی چیز هم زیاد میشه. پس شما برین بفرمایین عدالت روی کار کنین، تبعیض قومی و زبانی و نژادی و سمتی و مذهبی رو از بین ببرین، این گپا خود به خود حل میشه. ولی اگر شما این نام ها رو بگذارین و در مقابل از اون این تعصبات و تبعیض و این گپا رو زیاد بسازین، شما چی فکر میکنین؟ من فکر میکنم که حتی در اون صورت شاید مملکت هم تجزیه شود دیگه. من فکر میکنم که اگر پدر خانواده، که پدر خانواده است، یک آدم ظالم، جفاکار، یک آدم یک دنده باشه، اعضای خانواده چی کرده میتونه؟ حالا ما مشکل ما ای است که پدری که در او کشور امروز است، نه که میگفتن یک وقت که پادشاه سایه خداست، بله، او که امتر قومگرایی کنه، امتر بی‌عدالتی کنه، امتر یک قوم بردگه قوم ترجیح بده، خماندار اینمیست که امروز میبینیم نتیجهش. بله، من در این قسمت که چیز دیگر رو برتون عرض کنم، ما مشکلات زیاده به قانون اساسی مملکت خود داریم که هیچ کس تا رول اصلاح نکده. تقسیمات سیاسی جغرافیایی ما نادرست است. قدرت سیاسی ما به صورت متمرکز است. ما براتون تا عرض کردم که در پروژه های انکشاف، بله، وادی رودخانه ها ما با یک سیستم غیر متمرکز ضرورت داریم. بله. من چند سال پیش، ممکن در سال 2002 بوده باشه، ما یک سیستم غیر متمرکز نوشته کردم که در افتنامه امید و چند جای دیگه در او زمان به نشر رسید. به نظر من ما باید افغانستان از 34 ولایت جدا کنیم، تقریبا 9 ایالت کلان بسازیم، یک مجلس شورای ایالتی در هر ایالت و یک مجلس شورای ملی داشته باشیم، از هر حوزه انتخاباتی دو نماینده، یکی به مجلس ایالتی و یکی به مجلس مرکزی داشته باشیم. و همون چند سال پیش هم که من ایره
پیشنهاد کرده بودم به معنای قومی نبود، بلکه برای پیشرفت سریعتر اقتصادی بود. چون من سابق در انکشاف دیات کار میکردم و انکشاف دیات من حیث یک حکومت جداگانه بود، به خاطر که بر معرف و بیبود نسوان، سرکا، پلها، بیاری و همه چیز یک شعبه علایده داشت. بله. اما ما کارهایی که میکردیم از شهر کابل و قریه ها و دهات بسیار دوردست و هیچ چیز نبود، ولی همی کار میتونستن از مراکز همی ایالت ها پیش ببرن. و دوم، شما ببینین وقتی که والی یک ایالت از طرف مردم خودش انتخاب میشه، ایره من نمیگم که قومی باشه، از هر قوم میتونه در هر ایالت زندگی بله، کنه. به بله. این صورت میگن تجزیه میشه. چرا تجزیه شده وقتی که وزارت دفاع ملی تنها به دست دولت مرکزی باشه، وقتی که وزارت امور خارجه تنها در تشکیلات دولت مرکزی باشه، وقتی که گمرکات تنها به کنترل دولت مرکزی باشه و این ایالت ها هم او امور پایانتر خود پیش ببرن، دولت مرکزی میتونه در قسمت امنیت، در قسمت سیاست خارجی و در بعض مسائل مالی ببینه و همچنان یک سرپوش باشه برای ایالت ها که اونا بتانن کارهای خود پیش ببرن، هر ایالتی که مشکل داشت به کمکش بشتابه. و این هم حال ما میبینیم که در افغانستان حتی بسیار کارهای خرد ریزه در داخل ارگ میره. این کار درست نیست. باید وظیفه یک رئیس جمهور همیست که یک دید کلی را داشته باشه، هر وزیر بگذاره که خودش امور کار خود پیش ببره، اگر نتانست باز تبدیلش کنه. و اما ای که شما وزیر داشته باشین و باز وزیر نگذارین که امور وزارت خود پیش ببره، این خوب باز درست نمیشه. پس من به نظر من از نو مرکز امور اقتصادی افغانستان پیش برده شوه و از یک مرکز بزرگ دگام یک کنترل عمومی باشه. وقتی که ایالت ها عسکر نداشته باشه، توپ و تانک و تیاره نداشته باشه، چطور تجزیه میشه؟ به این صورت نه. شما میبین نظر... یک چیز دیگر رو اجازه بدین که ما براتون بگم. در مورد دموکراسی، دموکراسی یک روش سیاسی است، این نظام سیاسی نیست. نظام ما جمهوری، جمهوری اسلامی. نظام اقتصادی ما بازار آزاد و سرمایه‌داری و کپیتالیسم است که هم چندان برای اوضاع افغانستان جور نمیه. و تشکیلات سیاسی ما مینمی 34 ولایت که داریم، ولی مشکل ما در تجمع قدرت از یک نقطه. این حال وقتی که تجمع قدرت در یک نقطه باشه، ما نمیتونیم دموکراسی داشته باشیم. بله. ما از بسیار همی افراد و اشخاص و شخصیت ها شنیدیم که در مورد دموکراسی صحبت میکنن که یک روش یک روش است، یعنی یک روش سیاسی است، یعنی یا دیکتاتوری ما نداشته باشیم یا دموکراسی. این حال تا زمان که ما قدرت سیاسی را پخش نکنیم، دموکراسی اصلا هیچ معنا نداره. دیمو یعنی مردم، کراسی هم یعنی یک گرایش. دموکراسی یعنی گرایش مردمی، یعنی کشوری که توسط مردم اداره میشه. این مردم اگه یک نفر باشه خوب مردمی نمیشه. بله. این حال اگر ما ایره در جغرافیای مملکت پخش کردیم و همچنان به صورت عمودی در بین قوه اجرایه و مخننه و قضایه این سه قوه مستقل بود و یکی دیگه خود کنترل کردن، باز او وقت ما میتونیم بگوییم که ما دموکراسی داریم. هر ایالت والی خود انتخاب میکنه، هر ایالت نماینده های مجلس ایالتی خود انتخاب میکنه. مجلس باز در او صورت اگه ایالت پس من دو حکومت مرکزی، یعنی تقصیرش به حکومت مرکزی نیست، دیگه خود مردم است. باز کس انتقادم کردن نمیتونه، خودشان باید کوشش کنن یاد بگیرن. ولی این کار اگر بکنن به صورت تدریجی، حالا من نمیگم که فردا باید افغانستان به این شکل باشه، و من نام از این فدرالیام نمیگذارم و نگذاشتیم. یک سیستم غیر متمرکز، یعنی نیمه بله. متمرکز که یک مقدار اختیارات به دست ایالت ها باشه تا مردم هم مردم خوش میشه، هم مردم سهم میگیره، هم ما از قوه های مختلف برای پیشرفت و هم رقابت های سالم شروع میشه، رقابت های بله. سالم هم صورت میگیره و باز یک ایالت میتونه یک ایالت دیگر کمک کنه. اینی چیز من
تقریبا در سال 2002 نوشتید. شما بازم این نظرتان همین نوشتیتان برای خود افغانستان دولت افغانستان فرستادین؟ نه خیر، نه وقتی که به همین نشریه ها و نشر میرسه دیگه. نه من فکر میکنم که نشریه ها به دستشان شاید نرسیده. اونا میرسه، رسیده، بسیار خوبی رسیده. نه نه، اونا یه طور است که این چیزها را یک تعدادشان میفهمن، ولی چون در عقب از این گپا چیزهای دیگه است باز نمیکنن. ببینین قانون اساسی افغانستان ریاست جمهوری را به اندازه مشکل ساخته که ما این 3-4 سال است که مشکل داریم، اما نمیتونیم رئیس جمهور محترم و رئیس اجرایی محترم خود را تبدیل کنیم، به خاطر از اینکه قانون اساسی ما این همه سخت گرفته. بله. و هیچ کارم در مملکت نمیشه. نمیشه و تمام مردم هم به سطور رسیدن. بله، پس به همین خاطر همه تو شده که باید کسی اینا رو پس نتانه. این خب اطور نبود که اینا و کسایی که قانون اساسی رو درست کردن نفهمن. ببینین در قانون اساسی ما 10 یا 20 نفر سناتور از طرف رئیس جمهور انتصاب میشه. بله. ای در یک سیستم جمهوری، در یک نظام جمهوری مثل یک کفر است، به خاطر از این که برای یک نظام و رژیم شاهی است که پادشاه قدرت خود را به یک شکل نگاه میکنه. اما اینا چون قانون اساسی دوران شاهی را گرفتن، همون نامایش تغییر دادن و این چیزهایش که فکر کردن که برای ما خوب است رو نگاه کردن که قدرت یک رئیس جمهوره که او پادشاه نیست زیاد باشه، کار درست نیست. بله. یا بعضی چیزهای دیگه، یعنی قانون اولین چیزی که ما کار داریم باید قانون اساسی ما اصلاح شوه، قوانین انتخاباتی ما اصلاح شوه، تشکیلات سیاسی جغرافیایی ما تغییر بخوره، قدرت سیاسی از یک نقطه و چند نقطه و در بین قوای سه‌گانه پخش شوه. اگه کارا رو ما نکنیم، 100 دفعه هم که انتخابات صورت بگیره، هم تقلب است، هم این رقم دیکتاتوری پیش میره و نامشان میگذارن که دموکراسی. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. کاش بیشتر میتوانستیم که با شما صحبت کنیم. ببینین جناب دکتر انجینیر فریار کوهزاد عزیز، که شما هم در مورد ادبیات، تاریخ و سیاست صحبت کردین و اینقدر خدا نگاهتان کنه پر مطالعه و معلومات هستین که واقعا جای بسا شکرش باقی است. ما امیدوار هستم که در آینده ها هم بتوانیم شما را در برنامه داشته باشیم. با یکی برنامه، یک برنامه فرهنگی است نه سیاسی، ولی صحبت هایی که شما کردین برای روشنگری از خان مردم عزیز ماست و باید حتی دولت مردای ما از صحبت های شما استفاده بکنند. ما بسیار خوشحال شدم که شما را امروز داشتیم و تشکر میکنم بازم که از راه بسیار دور آمدین. دوستان ارجمند، اجازه مرا بدین که یک لحظه که من مشکل بگویم که ما امروز ساتلایت ما تحت ترمیم و کار بود از استودیوی مرکزی. یک قسمت از این برنامه در از طریق جادو به نشر رسید، اما حال ما روی ساتلایت هستیم، ولی این برنامه را باز هم انشالله به توکل خدا که حتما قبلا اعلان میکنیم که از طریق ساتلایت هم یک بار دیگر به نشر برسه، شاید یک بار دیگر، شاید دو بار دیگر، تا بتوانیم به وسیله امتر برنامه ها و امتر اشخاص دانشمند و آگاه و وطن دوست و مردم دوست، وطن دوست و مردم دوست به این معنا که ما تمام افرادی که در او کشور زیست میکنن بر ما یکسان است، فرق نداره، همه را دوست داریم به نام افغان و به نام کشور ما افغانستان دوستش داریم. یک زمان آریانا بود، یک زمان خراسان بود، امروز افغانستان است. ما او تاریخ گذشته خودم نمیتوانیم فراموش کنیم به هیچ صورت و از یاد ببریم و امروز کشور خودم بی نهایت دوست داریم، از هر قوم و قبیل و طایفه و زبان و ملیتی که هستن و مذهبی که هستن دوستشان داریم، برشان ارج و حرمت قائل هستیم. و ما بسیار زیاد تشکر میکنم. وقت ما دیگه به کلی تمام است. از اجازه بدین که من از خانواده کوچک خود، از همسر عزیزم نجلا جان، از پسر عزیزم فرزاد جان و از دختر عزیزم نرگس جان هم
تشکری کنم به خاطر ازی که مرا گذاشتن که در پالوی کارهای انجینری همچنان به این کارها مصروف باشم و یک کار انجام بدم و مخصوصا از همسر عزیزم نجلا جان کوهزاد یک جهان متشکر هستم که در تربیت دو طفل نازنین ما بسیار زحمت کشیده و جای خوشی است که در ماه می فرزاد جان پسرم از دانشگاه استتن هیل نیوجرسی دو درجه ماستری گرفت، یکی در قسمت رشته دیپلماسی و یکی هم یک ام بی ای. و دخترم نرگس جان کوهزاد فعلا در سال سوم رالنز کالج است که در شهرک وینتر پارک فلوریدا که در کنار شهر اورلاندو واقع است درس میخوانه و واقعا هر دوی از اینا بسیار کوشش میکنن و زحمت میکشن. دخترم در رشته اقتصاد کامیونیکیشن و همچنان در نویسندگی کار میکنه و یک کم طبع شیری در زبان انگلیسی هم پیدا کرده. و در آخر اجازه بدین که از شما زکیه جان کوهزاد، از آقای راغب و از دیگه کارمندای اداری و فنی تلویزیون آریانا افغانستان و همچنان از دوست عزیز ما جناب آقای نبیل غمین مسکینیار تشکر کنم و ازشان امتنان کنم، از همیتان که برای ما وقت دادن که یک لحظه یا یک روز یا یک ساعت با شما در صحبت باشم. دیگه جناب کوهزاد، ما شما را به این سادگی دیگه رها نمی کنم. شما در هر زمینه، مخصوصا در زمینه تاریخ، می خواهیم که باز هم گذرتان به این طرف شد مندار در جایی که سکونت میکنین یک استیت دیگه هست، ولی شما گاگای نظر به کارهایتان و نظر به درایت که دارین، نظر به فهم که دارین، شما در هر قسمت ضرورت هستین، احساس میشه از شما ضرورت. شما میتونین از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرین. بله. که هم برای شما آسان تر باشه و بله. هم برای ما. بسیار خوب. ما بسیار تشکر میکنم از شما. هم یک جمع تشکر. خواهش میکنم از شما تشکر. بر کاکایتان یوسف کوهزاد یک سلام نمیتین؟ برای کاکای عزیزم جناب استاد محمد یوسف کوهزاد سلام های بسیار گرم و احترامات بسیار نازنین تقدیم میکنم. متاسفانه که در دو سه روزی که اینجا هستم، چون با دیگه دوستای ما یک ریونین هم داریم، دیده نمیتونمشانه و شما خواهش میکنم که سلام و احترام مرا خدمتشان تقدیم کنه. شما خوب است که میگین سلام و احترام. بعض از دوستا بربا میگن که لطفا دستان استاد کوهزاد از جانب ما ببوسید. ما با شوخی میکنم میگم باز میگه بوسه و تا پیغام نمیشه. نمیشه آفرین. بوره دیگه باز برای خود میمونه. بله. ما باز میگم با جوابشان میخندم میگم که ما تا پایشان هم میبوسم. شما خود دست میگویید. نه خود درست از طرف شما میشه بوسید. بله بله. خب دوستان ارجمند، وقت ما کاملا تمام است. شیرین خانم عزیز، به نهایت اظهار سپاس و امتنان دارم. عزیزم هستین، فدایتان. و همچنان از خلیل جان نازنین ما بسیار زیاد تشکر میکنم. از شما یک جهان ممنون و از بینندگان نازنین که تا این دم با ما بودین و با کامنت های زیبایتان مرا سرفراز و خوشنود ساختین به فیسبوک تشکر میکنم. این برنامه مکررن انشالله که به نشر میرسه. یک بار دیگه از آقای مسکینیار عزیز تشکر. خدا نگهدار، موفق باشید. بیننده های عزیز، خدا حافظتون، جور و صحتمند باشید.